سلام به همگی، این هفته رو در خدمت وحید عبداللهی عزیز هستیم، سردبیر مجله بازیرایانه و حالا سرمایه‌گذار بنیانگذار شرکت های ساروان و نرمانش فردا که بازیرس باقلوا من عاشق هستید باشه. وحید یه سابقه کاری 20 ساله توی اون زمینه داره، از توی زمینه گیم و خیلی رویدادهای بین‌المللی رو شرکت کرده، با خیلی آدمای بزرگی توی صنعت گیم صحبت کرده و گزارش گرفته و خیلی توی زمینه فعال بوده. خیلی بازی موفقی داشتم همراه با برادرها و بقیه دوستانی که هم میشناسم، با همدیگه خیلی تبدیل نزدیک هم و با همدیگه خیلی نزدیک پروژه خوب رو همدیگه کار کردم. از اون سمت هم باید یه چند وقت پیش با همدیگه گپ میزدیم، توجه شدم که توی زمینه بلاکچین هم نقش سرمایه‌گذاری کرده، هم مثل درباره اونا هم صحبت خواهیم کرد. خوب باشی، شب خوش باشه. من یه سری اسما رو توی این لیست میبینم که یاسمن فرازان باش کار کردم، بچه های دیگه امیدوارم که همتون خوب باشین. در خدمتم. باید ما دو هفته یه چیزی بگم اول که شاید جالب باشه. من چیزی که گذاشتم حالا این عکس فراخوان روی بچه برای من هست، بکنم شماره دو فیزیکی داشت، عکس گرفت فرستاد، گفتش که من تشکر میکنم با همتی اون دوران اینا و خودمان نهیده بنام یعنی تایم سال 70-80 بود فکرم، درسته؟ 80 آره اونو یکم از خود بگو، بگو که از کجا شروع کردی و مثلا چطوری مثلا این مسیر تا حالا بک‌گراند را کاری که توی گیم بودی کردی میخوای صحبت کنیم تا اینکه مثلا بریم سراغ بلاکچین و اینا. من خب واقعتش اینه که من مثل جوان‌تر بودم خیلی گیم بازی میکردم، حالا یه جوری میشه گفت گیمر بودم. بعد این علاقه که داشتم حالا تو اون سالهای مثلا میشه گفت دهه خودمون دهه 70 که حالا خیلی دنبال میکردم و بازی میکردم گیم رو، اش به این رسید که یه مجلهی منتشر شد اسم بازی رایانه. از رو علاقه که خودم داشتم مجله رو اندازی کردم، بعد یواشاش بچه های مختلفی اضافه شدن از جمله خودت و بچه های دیگه و از سال 80 میشه گفت و سال 89 کامل خودم همه کارهای مجله رو انجام میدادم و به صورت فیزیکی، حالا در دو ماه یه باری، سه ماه یه باری، ماهانه چاپ میشد مجله. خب توی اون دهه 80 که ما کار میکردیم، دهه 80 خورشیدی، خیلی اتفاقی من با آقای پویا دادگر آشنا شدم. آقای پویا دادگر سال 83 بود که اومده بود ایران، حالا درسش تموم شده بودش و میخواست یه تیمی تشکیل بده و بازی بسازه. این اشریه بازی رایانه رو روی دکه دیده بودش، بعد شما رو آدرس ما رو پیدا کرده بود و یه روز اومده بود دفتر مجله. خودمونم خیلی دوست داشتیم که بازی بسازیم، ولی واقعیتش اینه که هیچ راهش رو نمیدونستیم که از کجا شروع کنیم. حالا بعد از مدت ها حالا گیمر بودن شده بودیم تازه ژورنالیست گیم، اونم به صورت نه آکادمیک، همینجور از رو علاقه آزمون خطایی. آقای پویا دادگر که اومد نشریه اینا گفتش که من یه کوچیکی دارم، بعد یه
بازی دارم میسازم به اسم پایان معصومیت، بیاین اینو ببینید مثلا به چه صورته. ما یه روز رفتیم دفتر آقای پویادادگر، اونجا دیال دوستیمون هم خیلی عمیق‌تر شد، همچنان هم با هم دوست هستیم و در ارتباطیم. ایشون بازی که داشتن میساختن رو نشون دادن و حالا تقریبا میشه گفتش که اواخر کارش هم بودش این کار انجام میده. یه تیم 4 نفره بودن، بعد هم آخره کار حالا بهشون اضافه شدیم، بیشتر فقط ایراد گرفتیم از کاری که داشتن میکردن اینکه کمکی بکنیم. بعد اون بازی خب من خیلی واقعا شو بخواهی تحت تاثیر قرار گرفتم که یکی تو ایران داره سه تیریدی کار میکنه، هم واقعا فقط رو PC بودش، هنوز موبایل و مثلا برازر و اینا خیلی آب نشده بود این سالها. ما در ارتباط بودیم و این بازی رو اینها خودشون و بچه خودشون تموم کردن. حالا ما فقط میگم بیشتر ایراد میگرفتیم اینجاش بعد اینجوری باشه، اونه فقط به حساب تجربه که خالو گیمر بودیم و حالا ژورنالیست شده بودیم گیم رو نقد میکردیم. این بازی پایان معصومیت حالا در اصل تموم شدش توی سال 82، اواخر سال 83 و سال 85 منتشر شد. ما هم یه مجله بازیرانه اون موقع اصلا کاورج ازش رفتیم و در مورد بازی صحبت کردیم و میشه گفتش که اون بازی پایان معصوم اولین بازی ایرانی بود که پروسه ساختش تموم شد، روش تبلیغات انجام شد و اومد توی بازار و نسخه های فیزیکال. قبل از اون هم خب خیلی از پراکنده بازی ساخته میشد توی ایران، ولی هیچ کدوم این پروسه رو کامل طی نمی‌کردن یا ساختشون به اتمام نمی‌رسید. اگر ساخته می شدن بازار به فروش برسته به سطح گسترده. که حالا بازی پایان معصومیت در واقع منتشر شد و اون سال شد و پنج خودمون، شما می تونستی یه DVD بخری فکر کنم 1000 تا تک تومن، بعد بازی مثلا فرض کنید کال اف دیوتی رو روش رایت کنی بدون اینکه پولی بدی و اون بازی رو با اون کوالیتی بیه سیستم خوده. ولی این بازی پایین معصومیت اون سال مثلا روی هر پکیجش 5000 تومن واقعا فروش رفت. این خیلی اتفاق خوبی بود که یوزرهای کاربر ایرانی هم اومدن پول پرداخت کردن بابت یه بازی ایرانی. این نظر من اون مسیر یه جورایی درست شد بعد از اون و پشت سرش من با میرسن فصیحی آشنا شدم در نشریه که داشتیم مرش جعفری و اون هم داشتن گیم می ساختن، بازی گرشاس با داشتن کار میکردن سال 86 اون موقع ها. بعد این هیئت تحریریه هم که ما داشتیم یه جورایی خب یه سری گیک گیمر بودن جمع شده بودن از جمله خودت باشه. بعد اینا یه جوری از توی این حالا میشه گفت هیئت تحریریه جذب این بچه‌هایی که داشتن بازی میساختن میشدن. مثلا خیلی از بچه‌هامون به تیم امیرحسین فصیحی یا فن‌افزار خود رفتن اونجا، یه سریاشون رفتن پیش پویادادگر رو بازی بعدی پویادادگر باش کار کن، خود بکنم رفتی پیش فرزان ملکارا یادم باشه. بعد خواسته این رونده شروع شد و من حالا چون و پویادادگر خیلی دوست شده بودیم بیشتر با پویادادگر سر بازی بعدیش خیلی جدیتر درگیر شدیم. مثلا یادم بازی بعدی که کار کرد بازی لطفعلی خان زند بود، بعدش بازی شمشیر نادر بودش که کار کردش پویادادگر تو ایران. توی اون بازی تا اونجا که حالا میتونستیم کمکش کردیم، یه سری از بچه های مجله از جمله برادر خودم حمیدمونم اومدش تو استودیو پویادادگر، سعیدمونم بعدش ملحق شد اونجا. در اون بازی شمشیر نادرشون بیشتر حتی حمید و سعید ما خیلی قشنگ درگیر ساخت اون بازی شدن. یه اون حالا دهه 80 شمسی یه شرایطی پیش اومد که ما تونستیم
یک سری نمایشگاهی گیم بین المللی هم به صورت رسمی شرکت کنیم، نه به با عنوان بازدید کننده، به با عنوان یک نشریه ای که ریجیستر میشد اونجا، حالا آفیشال پرس پس میگرفتش. این در واقع رفتن به نمایشگاه خارجی، خب اون موقع ارتباطات مثل الان اینقدر با اینترنت خیلی قوی نبودش که شما مثلا ببینید دقیقا چه کارهایی داره انجام میشه. سالها مثلا من یادم ما یه گیم بودیم که تقریبا میشه گفت از توکیو گیم شو رو شرکت میکردیم، بعد میومدش توی آلمان توی شهر لایپزیگ گیمز کانونشن بود، بعد تو شهر کن گیمز کام شدش، توی فرانسه جی دی سی بودش، تو هم کلم جی دی سی هم بودش، تا خود مثلا یک سال هم ما به صورت آفیشیال تو ای3 یا آمریکا شرکت کرده بودیم اونجا. این رفتن توی این نمایشگاه خارجی یک بینشی میدادش به ما که اصلا کلا ترند گیم به کدوم سمت داره میره. من یادم یه سال کل بچه های گیم، حالا اینا که دوستان بودن مثل امیر حسین فصلی، پویا دادگر، آرش جعفری و حتی خود دکتر مینایی از بنیاد ملی رو برایشون پس پرس جی دی سی گرفتم و اینا همشون تو جی دی سی هم شرکت کردن، با هم دیگه میرفتیم تو شرکت میکردیم. خب برگزار میشه توی جی دی سی اواخر سال 89 خودمون بود که من دیدم کلا ترند بازار توی نمایشگاه ها و حتی توی مارکت داره به سمت بازی موبایل داره، سمتش به سمت بازی موبایل داره میشه. من سال 89 مجله رو واگذار کردم به یه مجموعه دیگه و برادرام حمید و سعید و یه تیم دیگه داشتن بازی شبگرد اون موقع کار میکردن، روی PC اواخر کارشون بود. یکی دوتا از بچه های مجله رو هم پیدا کردیم، قرار شدش که بیایم یه استودیو یه گیم موبایل کار بکنیم. متأ تا این استودیو تشکیل بشه، حمید و سعید ما و دوتا از دوست و شهریار که به اشتراک بچه های مجله بود یه تیمی درست کردن و شروع کردن رو بازی موبایل کار کردن. اینا میکنم 7 یا 8 بازی موبایل ساختن که این 7 و 8 هم شکل در اواخر سال 93 بود که بازی باقلوا رو کار کردن و خیلی موفق شد، اولین بازی موبایل ایرانی هم بود که به 1 میلیون دانلود رسیدش. فکر کنم 5 سال بعد از اون تا سال 98 هم جز تاپ چارت کافه بازار بودش. موازی با اون ما با دوسته از بچه که توی هیئت تحریری مجله بودن یه مجموعه رو اندازی کردیم به اسم آروند. آروند ابتدا اولش خیلی خوب پیش رفتش، منتها یه مشکلی که داشت نتونست ادامه پیدا بکنه، سرمایه گذاری که ما انتخاب کرده بودیم برای اینکه این استودیو رو اندازی بکنه خیلی دید درستی از بازار اصلا گیم و موبایل نداشت. خود میدونی که چقدر ریسکش زیاده کار کردن توی فضای گیم، حالا موبایل که اصلا بحث فری تو پلی خیلی بیشتر هم هستش. حالا به یه سری دلایلی که بیشتر مدیریتی بود از سمت سرمایه گذارمون آروند فریز شد. بعد از اون ما تونستیم پذیرش بگیریم توی استیشن اف توی پاریس که بزرگترین کمپ استارتاپی دنیا هستش. سر یه پروژه‌ای بودش که ما توی آروند داشتیم کار میکردیم، یه بازی بودش که رو بحث بلاکچین بودش. خب ولی حتی اینجا رو میخوام دیگه وارد بحث بلاکچین بشیم و خب یه زمانی ببخشم سوال سر رو تقاط کردم ولی فکر کنم که یه توضیح میخوام ازت بگیرم. یه زمانی خب مثلا با رویدادهایی که شرکت میکردید و مثلا با بررسی ترندی که انجام میدادید متوجه شدید که داره مثلا موبایل داره چیز میشه، موبایل داره سهم مارکت شیر بزرگتری هست، سهم موبایل رو داره میگیره و این شد که مثلا رفتید سراغ بازی چیز بازی موبایل. اونجا چه اتفاقی افتاد که شروع کردید توی بلاکچین کار کردن؟ چون اون زمان یادمه که یعنی هنوزش هم کسی الان توی ایران گیم بلاکچین کار نمی کنه و حتی خیلی هم پیپار میکنه مثلا سراغ فایننس. چی شد شما رفتید سراغ بازی موبایل، بازی
کریپتو بر اثر بلاکچین. ببین واقعیتش اینه که حالا خود من خیلی آدمی هستم، حالا به قول معروف میگن تک سوی هستم، خیلی علاقه به تکنولوژی دارم و ترندا رو هم دنبال کردم همیشه توی سالهایی که کار میکردم که تکنولوژی های جدیدی میاد، آیندهشون قراره به چه صورت باشه. اون سال 89 هم که ما سمت موبایل سویچ کردیم هنوز انقدر بحث بازی های موبایل بزرگ نشده، ولی تمام هر جا که مثلا توی نمایشگاه خارجی میرفتم یا با این کتایی که تو خارج از ایران بودن یه جوری در ارتباط بودن، میدیدم که همشون دارن یواش یواش سویچ میکنن سمت بازی های موبایل. یه زمان خود تحقیق بازار کردیم، دیدیم که کلن با توجه به گسترش گوشی های موبایل از سال 89 تا الان خیلی تر شده و اینکه خیلی راحتر یوزر رو میتونن وارد بازی بشن، این حدس رو میزدیم که احتمالاً بحث موبایل خیلی میتونه فراگیر بشه. بحث بلاکچین هم واقعیتش بخواید من اول بیشتر هم بحث فایننسش بود که خیلی علاقه من شدم. حالا بخوام خیلی دقیق‌تر بگم، سال تقریباً میشه گفتش که هم سال شدی خودمون بود، از طریق یکی از دوستانی که داشتم حالا با بیت کوین و کلا بلاکچین و این داستانا آشنا شدم و اولش خیلی سر در نمیآوردم واقعا که اصلا چی هستش و چه اتفاقی داره میفته. بعد یواش یواش شروع کردم اصلا یه بحث توی سرمایه گذاری کردن رو بحث حالا کریپتوکارنسی و اینها و دیدم مثلا بعد از 2-3 سال چقدر مثلا کوین‌های دیگه به وجود اومد غیر از حالا بیت کوین یا چند تایی که اون 10 سال پیش بودن. خیلی علاقه شدم که اینا واقعا چی هستن که انقدر این قارچ دارن همینجوری هی کوین‌ها دارن زیاد میشه. من یادم مثلا سال 94 تعداد حالا این کریپتو کوین‌ها هولوش تقریبا 1000 خورده‌ای بود، الان فکر کنم نزدیک 8000 خورده‌ای شده، یعنی یه رشد 8 برابری کرده توی همین چند سال گذشته. بعد فهمیدم که اینا مثلا یه مورد استفاده‌ای دارن که بیشتر دارن میان اون بستر فایننس رو دارن راه اندازی میکنن. میخوام یه مثال باشه، مثلا فرض کن سال 2001 میلادی میشه تقریبا هولوش 20 سال پیش، اون موقع که تازه بازی های موبایل اونم روی جاوا و سیمبیان و اینا بودش اگر یادتون باشه. مشکل بزرگی که اون موقع این بازی موبایل داشتن بحث این بودش که از این بازی چجوری میشه پول در آورد، اگر قرار باشه که روی موبایل بیاد مثلا به چه صورت اصلا یوزر شارژ بشه، چه ارزشی میتونه پیدا بکنه که یوزر اصلا بیاد از این استفاده بکنه. تو بحث بلاکچین هم اول اومده مشکل فایننس رو حل کرده، یعنی شما میدونی بعد چجوری پول داری و اینکه راش رو باید پیدا بکنی، چون نقل و انتقال حالا این کوین ها و این حالا کریپتوکارنسی هایی که در واقع هستش ساخته شده، ولی هیچ شاید بهت بگم که حالش 99.9% هیچ یوز کیسی نداره، بیشتر همینجوری مثلا پروژه های یه وایت پیپر درست میکنن میگن قراره این کارو کنه اون کارو بکنه، ولی عملا درصد به اون هدف هایی که گذاشتن برسن راهکار استفاده مثلا ازشون داشته باشه. هولوش تقریبا میشه که سال 94 بود، 94 خورشیدی، که من حالا روی همین بحث بلاکچین و کریپتوکارنسی یا بیشتر بحث فایننسش داشتم کار میکردم، دیدم که یه مقاله خوندم در مورد این که میتونه خیلی از صنعت‌های دیگر بلاکچین دگرگون کنه. خاصیت بلاکچین غیر متمرکز بودنش، حالا احتمالاً بچه‌ها همشون میدونن که این بزرگترین خاصیتش واقعا همینه، هر چیزی رو که متمرکز باشه بلاکچین میاد غیر متمرکزش میکنه. این تمرکز توی بازی‌ها خیلی زیاد وجود داره و اگه بلاکچین کامل از بشه، چون هنوز هم جدید میشه گفت تو پله‌های اوله، اگه بلاکچین راهکاراش خیلی میتونه اصلا کلا بحث گیم رو کاملا متحول بکنه.
به خاطر همین من خیلی علاقه شدم پتانسیلی که تو بلاک چین هستش یه گیم هم بشه استفاده کرد. واسه شروع کردم مثل مقاله خوندن، بعد یه سری حالا با این دوستانی که تو خارج از کشور داشتم صحبت و در نهایت به نتیجه رسیدم که میشه یه کارای جالبی انجام داد و روی اون شروع کردیم. ما یه پروژه خیلی کوچیکی رو انجام دادم. کوچیک رو ما با عنوان حالا طرح فرستادیم برای استیشن توی فرانسه تو شهر پاریس، اونجا پذیرفته شدش. رفتیم اونجا که حالا اون یه ماجرای دیگه برام. درست. از خیلی با مثلا پارندی و با بررسی اصلا ترندی که حالا اون زمان شکل گرفت، تازه ترندش مثل ترنده حتی موبایل هم نبود. یعنی اون زمان هم یادمه که یه جامعه خیلی محدودی رو مثلا خب خیلی شما سریع جذب شدید و تونستید که سراغ بیزینسی برید و اون رو هم در کنار بقیه کار بدید. بعد یک هم این روندی رو که تو این سال را طی کردی مثلا و چیزایی که دیدی رو میخوایم مثلا باید دیگه پیش بریم، این که چطوری بازی های مثلا بلاکچینی شکل گرفتن، مثال ها که در برای کریپتو سیتیز و کانتریز اونا رو که صحبت کردیم مثلا تعریف کنیم. بعد آره مثلا مثال های اینجوری که دیدیم رو میخوایی یکم با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم که اصلا اگه میخوایم بریم روی بلاکچین باز بسازیم چه محدودیت هایی داره، چه چیزایی دستمون رو باز میکنه، چه پله بعدی و حالا جلوتر سری موضوعات رو دقیق تر میشه. پس میخوایم از همین مثال ها و این چیزایی که توی در طول زمان تاریخچه بازی بلاکچین اتفاق افتاده یه سر با هم صحبت کنیم. والا خیلی دیتیل میشه، من حالا خیلی کلیش رو بهتون میتونم بگم، حالا بر اساس چیزایی که دیتا که خودم حالا جمع کردم. ببین فکر کنم سال 2015 بود که من اولین صحبت در مورد گیم بلاکچین شنیدم. حرفش این بودش که این اکانتی که شما در واقع توی بازی میسازی، مثلا فرض کنید یه بازی مثل کلش آف کلنز رو موبایل، حالا یه بازی آنلاین دیگه، شما یه اکانتی درست میکنید و میرید داخل اون بازی، حالا یه پروگرسی خودتون دارید، یک آیتم جمع میکنید. خیلی وقتا پیش میاد و احتمالا شما همتون هم دیدین که مثلا این اکانت ها بین یه سری افراد رد و بدل میشه. مثلا همین الان هم فکر کنم برین یه سرچ بکنین اکانت کلش آف کلنز، حتی تو همین دیوار خودمون هم میفروشه. به طرف مثلا یه پروگرسی رو رفته، یه سری اسیتی جمع کرده، یه سری دارایی داره توی اون بازی. این یک سری افراد هستن که حاضرن پول بدن بابتشون اکانت رو بخرن. بود که من یه همچین مفهومی رو توی مقاله خوندم که یه گیمی اومده بود این کارو کرده بود، گفتش یک سرور هست به صورت متمرکز هستش، برای شخص خود شما نیستش، این اکانت جزی از اون سرور اون بازی هستش، شما این مالک واقعی اون نیستین. تا موقعی که اون سرور در واقع برپا هستش، اکانت شما اونجا هستش و این امکان وجود داره که یا هک بشه یا اینکه به سرقت بره. یعنی خیلی اتفاقات مختلف میتونه براش بیفته. اون یه بازی بود، الان اسمش رو فراموش کردم، یه مفهومی ایجاد کرده بود که شما اکانت خودتون رو روی بلاکچین به صورت یک اسست دیجیتال تعریف بکنید و این رو بتونید به عنوان مثلا کریپتوکارنسی به دیگران منتقل بکنید. همونجور که مثلا فرض کنید شما یه ارز دیجیتال رو میخرین و میتونید مثلا به دوستتون بازار کنید، در قبالش تو همون مینت مثلا پول دریافت بکنین، اکانت رو بتونید اونجا با هم دیگه معاوضه بکنین. و چون روی سیستم بلاکچین هم هستش، امکان سرقتش و دستکاری کردنش و یه سری اتفاقیاش وجود نخواهد. این حالا این یه ایده شد که یه سری گیمش رو بیشتر حتی پروتوتایپ زده شد که اکانتی که شما در واقع به عنوان یوزر میسازه پروگرس توش داره رو روی بلاکچین بیان ثبتش. خاطر محدودیت هایی که اون سالها بود، این ایده شاید در حد همون ایده باقی موندش. اینکه میشه گفت
مینت اتریوم خیلی فراگیر شد سال 2016 مولا بودش. خیلی از افراد من روی سورس همون شروع کردن کار کردن و یک سری میشه گفت والا مینت های دیگه کلون گرفتن از روی اتریوم. بعد یه سری بازی های دیگه ساخته شد که اونا بیشتر بازی وب براوزر بودن همشون، که یه سری در واقع اکانت رو روی بلاکچین سیف کرد. اما مهمترین بازی که خیلی یه دفعه سرصدا کردش توی بحث بلاکچین بازی کریپتو کیتیز بود. فاندر اصلیش هم یه ایرانیه که تو فکر کنم روحام قرقوزیلو هستش، الان شرکت دو فاندر شرکت اکسیوم هستش توی کانادا که بازی کریپتو کیتیز هم برای شرکت اکسیوم. اینا اومدن روی مینت اتریوم یک چه گفت توکنی طراحی کردن به اسم ERC-720 و با این توکنی که حالا حتی قبلا مثلا افرادی کار کردن اوپن سورس رو اینو اومدن تکمیل ترش، تونستن asset دیجیتال رو داخل این توکن ذخیره سازی بکنن. قبلا اکانت رو این کار میکرد. این توکن ERC-720 خاصیتش چی هستش نسبت به توکن های خود اتریوم؟ ببینید یه مفهومی به وجود اومده اون سال به اسم فانجیبل توکن. ببینید شما مثلا فرض کنید بخوام یه مثال براتون بزنم توی زنجیره پولی خودمون، شما ارزش 1000 تومانی تومانی مقایسه میشه، یعنی شما اگه 10 تا اسکناس 1000 تومانی داشته باشید از نظر ارزش با هم هیچ تفاوتی ندارن. این مفهوم حالا روی بلاکچین بهش گفته میشه مثلا شما اگه 1 بشین ارزشش با همون 1 بیت کوین و 1 اتریوم مقایسه میشه، یعنی این کوین ها و توکن ها ارزششون با هم برابر هسته که بهش میگن فانجیبل. تا توکن ERC-720 با ERC-721 نان فانجیبل میتونه با هم دیگه برابر نباشه. شما ممکنه روی این مینت دو تا توکن تعریف بکنید که هر کدومشون متفاوت بشه ارزششون از هم دیگه. حالا این چه اتفاقی براش میفته؟ بازی مثلا کریپتو کیتیز، شما مثلا فرض کنید ارزش مثلا 1000 تومان، یه گربه دیگه ممکنه تو هر ارزش 2000 تومان باشه، اینا با هم یکی نیستن و حتی خود این گربه ها نسبت به هم دیگه تفاوت ژنتیکی دارن که این خصوصیت این گربه ها گنجونده شده. این اتفاقی که افتاد و تونستن این در واقع توکن های نان فانجیبل رو طراحی بکنن باعث شد که گیم دیزاینر ها برن سمت این که اسست های بازی ها رو بیارن روی بلاکچین. حالا اگه بخوام یه مثال برات بزنم، فرض کنیم مثلا یه بازی مثلا بازی فیفا همون باش آشنا هستن، اینجوری فرض کنیم خود بازی اون مکانیکاش، اون قوانینش و اینها داخل سرور باشه، ولی بازیکن‌ها، باشگاه‌ها و بقیه مواردش که دارایی‌های یه بازیکن یا گیمر حساب میشن، اینها از بازی جدا باشن. هر کسی دارایی‌های مخصوص خودش رو داشته باشه. مثلا فرض کنید تو دنیای واقعی ما یه تیم داریم مثلا به اسمش بارسلونا هستش، یه بازیکن داریم که اسمش هم لیونل مسی هستش و این بازیکن لیونل مسی یکی هستش که توی باشگاه بارسلونا هست که اونم یه دونه هست، یعنی یکتا هستن اینا. اما تو بازی فیفا معمولی شما وقتی که این بازی رو می‌خرین، من باشگاه بارسلونا رو دارم، لیونل مسی هم دارم، شما هم دارید، ولی توی بلاکچین میتونه اینها هر کدوم در واقع یکتا بشه، یعنی شما اگر من لیونل مسی رو دارم شما دیگه نمیتونید داشته باشید توی بلاکچین و این ارزش میده اون وقت به این asset های کاری که کریپتو کیتیز کردش این بود که اون گربه ها رو از خود اون بازی اصلی به صورت asset طراحی کرد و شما به عنوان مثلا کاربر اون بازی میتونید این گربه ها رو برای خودتون داشته باشین، از محیط بازی جدا هستن.
میتونید مثلا تو کیف پول دیجیتال خودتون نگه دارین و اگر خواستم من برای شما بفرستم به شما بفروشم خودشون ادارک دادن اونجا بذارن، هر کسی که اومد از خرید بخرتش، هر کسی که اون رو داشته باشه صاحب هستش. این نیستش که مثلا شما اون باربر داشته باشین با همون مشخصات من هم داشته باشین. میشه گفتش که یه انقلابی وجود آوردش توی بازی بلاکچین که asset رو بشه توی توکن تعریف کرد و به صورت یکتا باشه و هر که مثال حالا بهترش رو بخوام بزن، فرض کنید بازی مثل هارتستون که برای بلیزرد هستش، شما کارتایی دارید که فقط شما دارین، میایین میشین با همدیگه بازی میکنید و اگر کارت رو ببازین مثلا میدید به اون طرف دیگه اون کارت رو ندارید، باید بریم مثلا یه بازی دیگه بکنید و کارت به دست بیارید. حالا یه سری از بازی کارتی که کارت کالکتیبل هستن بلاکچین اینجوری دارن طراحی میشن. حالا مثال خیلی خوبشون مثلا این گاد آن چینه، یه بازی بلاکچینی هستش که مثل هارتستونه و کارتایی که شما به دست میارید فقط مخصوص شما هستش و از خود اون سرور بازی هم جدا هستش. هر موقع بخواید بازی کنید با خودتون میبرید داخل سرور بازی بازی میکنید، اونجا اگر ببازید کارتتون رو اون کسی که برنده شده میگیره، اگر ببرید کارت اون طرف رو میگیرید. اینو میتونید ببرید بفروشید به کسی که در واقع اتفاقی که افتاده اون اکونومی که توی بازی ها هستش از محیط متمرکز داره خارج میشه و میاد دست تمام اون گیمرهایی که هستن و گیمرها خودشون میتونن کسب درآمد بکنن از این asset هایی که دارن. همچنین اتفاقی افتاده بازی حالا کریپتو کیتیز موقعی که در واقع حالا وقت داریم توضیح بدم بازم؟ آره وقت داریم. من فقط میخوام نه خیلی عالی، یعنی خیلی از مفهومات از آن جا افتاد و مثلا برمان که خیلی چالب بود. پس می تو اینجا رو اینطور می تو بگیم که الان اینجوریه که ساختار بازه به این شکل شده که یک مثلا سروری به صورت سنترالایز توسط اون گرداننده بازی شکل میگیره و سرور میشه، ولی تمام چیزی که متعلق به بازی کنه تو حساب خودشه و فقط همون یه مورد براش که داره میتونه بیاد رو تو اون سرور بازی بازیشو انجام بده. بعد میخوام ببینم که حالا میتونیم بریم سراغ بقیه مثال ها فکر کنم. مثلا اگه دو تا بازی دیگه مثلا حالا قبلا برای من اونا هم اگه مثالای دیگر هم اصلا بتونید ببینید دیگه ساخته شده هم شاید جالب باشه. بعدش بریم این که ببینیم که الان اگه بخوایم مثلا بازی درست کنیم از کجا باید شروع کنیم، اگه کسی مثلا چطور وارد این قضیه بشه. مورد دیگه هست که اگه بخوایم مثال بزنیم که مثلا متفاوت باشه بازی کریپتو کیتیز که اومده، میشه گفت نسل دوم بازی های بلاکچین دن. ببینید بازی های بلاکچینی نسل اولشون بیشتر میشه گفت در حد ایده و پروتوتایپ بودن و خیلی چون هنوز ساختارا کامل شکل نگرفت بود. اما بازی کریپتو کیتیز در واقع میشه گفت یه موج جدید وجود آورد و میشه گفت نسل دوم بود از بازی بلاکچینی که وجود بود. منتها یه مشکل بزرگی که کریپتو کیتیز مشخص کرد روی مینت اتریوم این بودش که برخلاف فاندر اتریوم ویتالیک بوترین میکرد که سرعت ترانزکشن ها بالاست و فیش خیلی پایین هستش، انقدر این بازی کریپتو کیتیز یک سال فکر کنم اواخر سال 2017 بود انقدر محبوب که شد، نقل و انتقال های این گربه ها چون رو مینت اتریوم انجام شده باعث شد که کلن 3 روز مینت اتریوم کلن دان بشه و تمام باگ های کلن این مینت اتریوم تازه اون موقع مشخص شد. من یک کامنتی بدم، مهمان دافته گذاشتم
من بهش گفتم اتریوم مینتش دو سه روزی دان شد، چیز خیلی استفاده نکرد از این قضیه. ولی خب مثل این که چیزه این جزو چی بگم سیکرت ها و جزو بحث های به اون دوره از تاریخ شد. ولی من فکر میکنم که من چیزه که خورده کلاسه طرفتار خودش شده. آره پس این تا اینجا که این یه انقلابی شکل داد و با در این حد که مثلا انقدر ترانزکشن بالا رفت که تا حدی اصلا میتونی بگی که مینت اتریوم اینجور تا تاثیر قرار بده. دقیقا سه روز من یادمه که مینت اتریوم تمام این ترانزکشن هایی که حالا حتی فایننس بودن حتی ربطی به کریپتوکاریز نداشتن کلا همه چی فریز شد و اون ریزشی که اوایل سال 2018 کلا کریپتوکارنسی ها کردن، اگه یادتون باشه بیت کوین مثلا از 18000 دلار تقریبا رسید به 3000 دلار، یعنی تقریبا میشه گفت یک پنجم شد. ولی اتریوم اون موقع رسیده بود به 1000 دلار، به خاطر این باگی که یه دفعه ازش زد بیرون رسید به فکر کنم 60 دلار 70 دلار، یعنی خیلی بیشتر ریزش کرد نسبت به بیت کوین. دو تا مشکل بزرگ رو اون موقع این کریپتوکیتیز نشون داد روی مینت اتریوم، این که ترانزکشن ها وقتی که شبکه شلوغ بشه به سرعت انجام نمیشه. مثلا شما توی بازی وقتی که میخوای یه کاری انجام بدی دوست داری که همه چیز آنی انجام بشه، یعنی هر حرکتیت هر اکشنت باید همون لحظه انجام بشه، ولی تو زمان شلوغی شبکه این کار عملا زمان بر میشه، اصلا ممکنه یه دفعه دو روز طول بکشه یه اتفاقی بیفته. هر تغییری توی هر اسه یه ترانزکشن حساب میشه توی مینت و این یه هزینه ای داره. اون زمانی که اتریوم مثلا هلوش 50-60 دلار بودش، خب این هزینه تغییر توی هر اسه شاید مثلا به چش نمیاد، ولی موقعی که مثلا اتریوم میشه 1000 دلار یا 2000 دلار، خود این هزینه میبینی شاید از هزینه خرید و فروش مثلا اون اسید گرونتر در میاد و سیستم مغروم به صرف. من یادمه حالا یه بازی دیگه ای هم که غیر از کریپتوکیتیز خیلی محبوب شد کریپتو کانتریز، حالا نمیدونم بچه ها اگه به خودت بازی ریسک رو بازی کرده باشین، یه مفهومی از بازی ریسک رو پیاده سازی کرده بود. این صورت بودش که شما مثلا یه نقشه دنیا رو بهت نشون میداد و نقشه کشورها هم توش بودش، شما میرفتی یه کشور رو کلیک میکردی، میگفت مثلا این فرض کن کشور ایران 2 اتریوم قیمتش، این رو میخریدی این کشور جز دارایی های شما میشد. اگه مثلا میرفتین 4 تا کشور دیگه هم میخریدین، یه لیدربوردی داشت میگفتش که مثلا فرض کن آقای محمد ایراجی کل داراییاش توی این بازی مثلا الان شده مثلا فرض کنین 1000 دلار، ولی دیوارش اینجوری سورت میشدش و این کشور رو شما تا موقعی داشتی که نفر بعدی نیاد بخره. وقتی مثلا شما یک کشور رو میخریدین فرض کنین 1000 تومن، خود سیستم به صورت اتوماتیک این کشور رو میذاشت مثلا 1500 تومن قیمتش رو، مثلا من میامدن 1500 تومن رو میخرم 1200 تومن برمیگردون به شما که صابون کشاده 1000 تومن خریده، یعنی 200 تومن سود میکنه روش و 200 تومن خود بازی برمیداشتش، مثلا یه همچین مدل. همینجوری تساوی انگار که مثلا شما فتح میکردی با خریدن هر کشوری، همینجوری قیمت این کشور رو میرفت بالا. جایی که مثلا من یادمه کره جنوبی مالی توی کریپتو کانتست رسیده به نفر اولی که توی کریپتو کانتریز بازی میکردش اون سال 2018 داراییش که خریده بود قیمت این 10 تا کشور رو همگی 3 میلیون دلار بود اون موقع، اون نفر اول بود اونجا توی لیدر بود. این بازی انقدر محبوب شده بود بین حالا این در واقع میدادن، اینا اومدن یه پروژه رو اندازی کردن به اسم کریپتو سیتی، حالا شهرها رو شروع کنن، گفتن چون کشورها کم تعدادش کم بود دیگه، 198 کشور زود تمام می‌شدش و به یه جایی میرسه که انقدر قیمتا بالا میرفتش یه اون خرید فروش قفل می‌شد.
موردی هم که من بخوام حالا بگم در مورد بازی بلاک چین این هستش که افرادی که میان این بازی ها رو انجام میدن باز ته ذهنشون با دید سرمایه گذاری میان این کار انجام بتونن یه کسب درآمدی بکن. مثلا فرض کنین شما یه دونه بیت کوین میخرین سهولوش 57,000 دلار. این بیت کوین حالا ممکنه مثلا سال دیگه مثلا بشه 100,000 دلار 200,000 دلار. ولی مثلا تو بازی کریپتو تو کیتیز میای مثلا یه دونه اسست دیجیتال رو میخرین یه دلار، ببخشید یه مثلا بیت کوین به عنوان مثال، ممکنه که این اسست ارزشمند بشه، خودش بشه 2 تا بیت کوین. بعد قیمت بیت کوین هم به دلاری ممکنه بالاتر بره. یعنی شما یه جوری انگار سرمایه‌گذاری دابل می‌کنی توی مولتیپل استیتی که داری. و اکثر افرادی هم که میان این بازیه بلاک چین رو در واقع جذبش میشن، دیدشون تاییدشون سرمایه‌گذاری هستش و حالا سرگرمی. این دوتا خصوصیت بازی همین مثلا فرض کنید کریپتوکارنسی دقیقا همین جوری بود. شما میرفتید مثلا یه کشور ایران رو میخریدین، فرض کنید 10,000 تومان، خود سیستم قیمتش رو میکرد 15,000 تومان، نفر بعد 10,000 تومانش شده مثلا 12,500 تومان. یه بعد دوباره مثلا یکی دیگه اون رو میومد میخریدش، همین جوری قیمتش رو میرفت بالاتر. این حالا کریپتو کیتیز بود، اون سال 2017-2018 کریپتو کانتریز بود. چند تا بازی دیگه هم بودن، اینها نسل دوم بازی بلاکچین بودن. بعد به خاطر این مشکل بلاکچین داره و خیلی سفت و سخته، مثلا برای گیم باید خب کلن همه چی فلکسیبل باشه، شما بتونید مثلا در لحظه کاری انجام بدید. یه سری کارها رو حتی باید رو سرور داره انجام میشه، نمیشه هی مثلا شما برید رو بلاکچین مثلا این رو سیوش بکنید دوباره بیارینش داخل سرور. یه نسل سومی از بازی بلاکچین تقریبا 2 سال پیش شروع شده که بازی هایبریدی هستش. میان یه سرور متمرکز طراحی میکنن و یه سرور برای بلاکچین و اینا رو با هم یه ترکیبشون میکنن. حالا بازی های مثلا جدیدی که این مدلی ساخته شده مثلا گاد آنچین که من دنبال میکردم خیلی معروفه، چند تا بازی های حالا اسمش حالا خاطر اون هم هستش که به این صورته که مثلا فرض کنید بازی World of Warcraft یه سروری داره که بازی اون تو کور بازی اون تو هستش، مثل بازی های معمولی هستش. شما استاتو میتونی ببری داخل اون بازی کنی و دوباره بیاری. این نسل سوم بازی های حالا بلاکچین تقریبا 2 سال شروع شده، ولی همچنان از نظر تکنولوژی خیلی راه وجود داره که تا خیلی بهینه تر بشه استفاده ازش و اینها. من میخوام یه مثال براتون بزنم. بازی بلاکچین الان تو موقعیتی هستن که بازی های موبایل سال 2001 تا 2005 بودن، انواع اقسام سیستم عامل ها بودشون موقع، انواع اقسام تکنولوژی ها بودش، بعد هیچ چیزی هنوز استاندارد نشده بود. سال 2007-2008 بود که تازه مثلا اپستور و گوگل پلی و اندروید و اینها اومدش و اکثر ابزارهای بهتری برای ساخت بازی موبایل وجود، ساخت بازی رو کم هزینه تر کردش و هم دسترسی یوزر رو بهش راحت تر کردش. حالا بازی های بلاکچین دقیقا مثل بازی موبایل که سال 2000-2005 بودش تو اون ازا هستن و همه چی داره تجربی جلو میره و تکنولوژی هی داره عوض میشه، بروز میشه. خود این خیلی باعث میشه که شما مثلا یه کار رو انجام میده، یه مسیر رو میری، بعد تازه میبینی که این جواب نمیده، بعد برگردی یه تکنولوژی دیگر امتحان بکنی. حالا باز اگه سوالی هست اینجا من استاپ کنم. آره ببین این که آره من یه همچنین سی دارم، این که الان نوز همه چیز خیلی و همه چیز خیلی تازه است و اگه که یه نفر بخواد وارد بشه الان بهش پیشنهاد بکنی که اصلا کی وارد بشه، با چه تخصصی وارد بشه و الان اصلا وقت ورود به این قضیه هست یا نه؟ چون که من خودم اون سالایی که اصلا بازی های موبایلی تازه داشت میمد به همون بستر سیمبیان و سیستم عامل اولیه اینها،
یادم شرکت هایی که اون زمان هم کار میکردن و تکنولوژی داشتن بعد سویچ کردن مثلا روی اندروید و آی او اس جز به شرکت های خیلی پیش رو بودن. حالا اون شرکتی که اسنیک روی چیز رو داشت رو اسمش یادم نیست، اسنیک روی سیمبیان داشت که نوکیا اون زمان مثلا اسنیک واسه ازش مثلا چند میلیون دلار خرید مثلا. کی باورش میشد بعد یا اینکه وارد چیز شدن یه همینطور که یه سری هم اون شرکت ها که اون زمان کار میکرد میکرد شما کم بود خب موفق نشد. ولی الان میام چنسی رو به این قسمت دارم به نظر است الان چه افرادی مناسبه که وارد این قضیه بشن، یا اینکه اگه بخواد کسی وارد بشه از کدوم بخش وارد بشه، یا اینکه نصب کنن که یه مقدار این ساختارها مثلا بیشتر شکل. ببین این ساختارها مثلا خب داره هی هر روز بهتر میشه. من یه مثال بخوام برات بزنم، بحث همین فایننس روی بلاک چین سال اوایل سال 2019 مشکل بزرگی داشت. این بود که شما این فضای فایننس بلاک چین را به دنیای واقعی مثلا به بانک ها به پول واقعی دلار اینا خیلی سخت میتونستی وصل کنی و حتما باید یه سری حالا کریپتوکارنسی رو می‌خریدن، خرید فروش انجام می‌شد اینا. اما از سال 2019 یه وجود اومد که الان به اصطلاح بهش میگن دفی، میشه دیسنترالایز فایننس. یعنی اومدن یک سازوکارهایی رو پیاده سازی کردن نظر نرم افزاری، این فاصله این گپ رو پر کردن بین فایننس بلاک چین و دنیای واقعی. این پلتفرم‌های دفی که الان باعث شد یه دفعه دوره بیت کوین قیمتش بالا بره به خاطر اینکه خرید و فروش و سرمایه گذاری و حتی وام دادن و قرض دادن رو روی بستر بلاکچین رو برای افراد عادی راحت کردش این سیستم‌های دفی، و این باعث شد که یک دفعه گردش مالی خیلی بزرگی بیاد سمت فایننس بلاکچین. حالا بیت کوین یه دفعه از تقریبا 3 ماه پیش تا الان 5 برابر شد قیمتش. این میشه گفتش که تکنولوژی بودش که نیاز بود که بتونه این دنیای بلاکچین رو بده. الان صحبت از این میشه که در واقع حرکت بعدی رو بحث بلاکچین همین NFT هستش، نان فانجیبل توکن ها. نان فانجیبل توکن روی بستر اتریوم بهترین حالتش کار میکنه ولی خب خیلی مشکلات داره. اما الان دارن یک سری پلتفرم داره کار میشه، مثلا صحبت میکنن که NFT مثلا نکست بومینگ بلاک چین خواهد بودش و بزرگترین استفاده از این NFT هم توی گیم و اینترتینمنت و یک سری حالا کارهای مثلا فرض کنین کاره هنری هستش. من یه مثال بخوام برات بزنم توی بحث NFT که الان مد شده، میان مثلا یه تابلوی نقاشی دیجیتال رو فرض کنید یکی مثلا این نقاشی که من دادم پشت سرم، این یه asset دیجیتال میشه توی توکن قرار میگیره و این این آدم ها خرید و فروش میشه و همون یه دونه هم هستش. مثلا فرض کنید مثلا نقاشی مونالیزا که یک دونه هستش و هی قیمتش بالا میره، اینا حالا دقیقا در این asset های دیجیتال داخل توکن ها میزنیم NFT ها قرار میدن. این تکنولوژی NFT الان تقریبا میشه گفت 7-8 ماهه که به صورت جدی آرندی رو شروع شده و یه سری حالا دیولوپر و یه سری تیم ها در روشون کار میکنن که بتونن اون فضای خالی که بین در واقع بلاکچین و حالا انترتینمنت و گیم و این قضیه هست رو بتونن با این پر کنن، مثل هم کاری که با دفی کردن توی بحث فایننس. و پیش بینی میشه که مثلا تا یک سال آینده کلی مثلا پلتفرم و ابزار خیلی خوب بیاد برای افرادی که بخوان رو بحث گیم کار بکنن روی بلاکچین، چون الان واقعا خیلی سخته. شما مثلا باید بری روی ERC-720 مثلا زبانش سالیدیتی هستش، اونجا مثلا اسمارت کانترکت بنویسی، بعد اینو مثلا باید یه جوری با کلی مکافات بیاری مثلا توی یه سروری ازش استفاده بکنی. ولی اگه این توکن های NFT که بیاد این فرایند رو خیلی ساده تر میکنه. الان هم به نظر من خیلی
فضای خوبی وارد شدن رو بحث گیم بلاکچین، در اینکه اون مفهومش رو و اون نوع استفادهش رو بتونن بچه‌ها یاد بگیرن چیه، و وقتی که این ابزارها تکمیل تر بشه با سرعت بتونن این کار انجام بدن. همون حرفی که خودت زدی، اون شرکت‌ها و تیمایی که اون موقع روی جاوا و سیمبیان و حالا چند تا سیستم عامل و مدل های مختلف بود که کار میکنن رو بازی موبایل، موقعی که iOS اندروید اومد اونا پیشتاز شدن و تونستن یه دفعه سهم خیلی بزرگی از بازار رو بگیرن دست خودشون، چون مشکلات رو میدونستن، تو اون فضا کار کردن، ابزار و فضای خوبی براشون نبود که بخوان رشد بکنن، و وقتی که این ابزار و فضای خوب بهشون داده شد سریع تونستن رشد خیلی عجیب غریب انجام بدن. رو بحث بلاکچین دقیقا همین هستش. شاید الان مثلا شما نتونی نتیجه دلخواهت رو بگیری، ولی این تجربه که به دست میادی و اون آگاهی که از روند تکنولوژی میتونی داشته باشی و کدوم مسیر میره، باعث میشه که موقعی که این ابزارها تکمیل تر شد خیلی سریع این کار رو انجام بدی. من به شما قول میدم که توی 5-6 سال آینده بحث بازی بلاکچین حتی تو بازی کنسولی هم میاد. مثلا فرض کنید بازی مثل فورتنایت که الان خیلی حالا یه پلتفرم در واقع گیمه که خیلی محبوبه، روش همین NFT ها دارن روش کار میکنن که بتونن یک سری asset اسکین کاراکتر اینها رو به صورت بلاکچین توی این بازی مثل فورتنایت یا اپکس و اینها مثلا بتونن برای یوزرها فراهم کنن که هر کسی asset شخصی خودش رو داشته باشه و بتونه اون رو اساس قیمتی که حالا درخواست میکنه یا یه جور عرضه تقاضا میشه بتونه بفروشه. مثلا کی فکرش رو میکرد که تو بازی کریپتو کیتیز یه نفر پیدا بشه که برای یه گربه ای 180 هزار دلار پول بده سال 2017، یا مثلا تو بازی کریپتو کانتریز مثلا برای کره شمالی 100 هزار دلار مثلا یکی بیاد پول بده اونو بخره. چون اون یکتا بودن و یونیک بودنه باعث میشه که خود اون asset ارزشمند بشه. و الان من خیلی دیدم که مثلا برای این e-sport ها مثلا حتی مثلا برای دوتا یا همین فورتنایت، اپکس اینا مثلا فکر میکنن که این NFT ها چجوری ورود کنن روی این سیستم ها. درست. پس فکر میکنم که کوچکترین تغییری، یعنی مثلا من فکر کردم دفی ها مثلا قدیمی تر باشن، فکر کردم مثلا 4-5 سال چیز باشن، ولی از 2019 که شکل گرفتن یا NFT کلن داری میگی که مثلا یه کمتر از یه ساله که داره مثلا روش آرندی انجام میشه، اتفاقات خیلی بزرگ و خیلی سریع داره یه هایی اندازه مارکت رو بزرگ بکنه. و هر چقدر آدم وارد این قضایی بشه باش رشد کنه، فکر میکنم که نزدیکتره به اون سود و به اون حالا اون انفجاری که اتفاق خواهد افتاد توی گیم هم به نظر من، حداقل آدم از لحاظ تکنولوژی، حداقل از لحاظ دانشی، تا اینکه یه سری افراد بخوام ورود پیدا کنم بفهمن چه خبره، خیلی جلوتر خواهد. پس این قضیه میتونه آینده خیلی خوبی داشته باشه. و اینکه من فکر کنم که یک قسمتی از بخش جدا ناپذیر از بازی ها خواهد بود، به خاطر اینکه خیلی از بازی ها مالکیت یک قسمتی توی بازی که منحصر به بازیکن رو واقعا دارن بهش میبخشن. من خودم هم خیلی از بازی ها رو انجام دادم، از بازی موبایلی تا بازی PC و کنسولی، که خود من تو بازی زحمت کشیدم یه چیزی رو به دست آوردم، ولی تحت مالکیت من نیست. درسته که من هزینه بازی رو دادم و سابسکریپشن بوده و اینا، ولی همچنان مالکیت اونا در اختیار است. پس من فکر می‌کنم که آره یک این قضیه میتونه خیلی جالب باشه. و شاید مثلا یهو اگر فورتنایت بیاد، حالا اینطور که من نمی‌سازم فورتنایت اینا مردم برن تو این قضیه کار می‌کنن و بحثش هست، من فکر کنم که یه دونه از اون اگر بیاد پیدا کنه و یه ایده رو بیاره، یه پروتکلی رو شاید بیاره که بشه این اتفاق بیفته، ناگهان دوباره شاید یک بلست دیگه توی این اکوسیستم خواهیم بود.
خب سوام چقدر وقت داریم؟ ما برای 10 دقیقه دیر شروع کردیم، برای 5 دقیقه تا یه ساعت بشه وقت داریم. مورد دیگه هست که بخواییم در برای صحبت کنیم جان، که خوبه که بچه ها بدونن و ببینیم خیلی بحث بلاکچین میگم، چون واقعا الان خیلی جدیده و هی داره عوض میشه، یه جوری داره هی پوست میندازه برای خودش، انقدر مبحثش زیاده و خیلی جزئیات توش داره، شاید مثلا حوصله خیلی حوصله بخواد که واقعا این قضیه رو دنبال کردن، شاید مثلا باور نشه مثلا تکنولوژیایی که تو بلاکچین مثلا حالا میاد ظرف مثلا حتی 1 ماه یا 2 ماه مثلا قدیمی میشه. من یادمه ما روی تکنولوژی داشتیم همین اتریوم کار میکردیم، ببینیم چجوری میشه مثلا asset دیجیتال برش تعریف کرد، بعد موقعی که ما تازه تونستیم smart contract اون رو روی اتریوم بنویسیم، یهو دیدیم این تکنولوژی دیگه اومدش، یه مینت دیگه مثلا ترون اومد، یه سری سازوکار بهتری رو ارائه میدادش، بعد ولی خب کلا زبانش متفاوت بود، بعد میرفتیم تازه شروع میکنیم یاد گرفتن بتی نداشت استفاده بکنیم. یا مثلا الان سر همین مثلا این تکنولوژی دفی و پلتفرم های دفی که الان اومدن 2018 که کلن این کریپتوکارنسی کلن ریزش شدید کردش، مشکلش این بودش که یوزر عادی خب نمیتونست باش ارتباط برقرار، ولی خیلی سریع یه دفعه مثلا این دفی ها رشد کردن، انتر از یه سال دوره مثلا 2019 شروع شد 2020 خود میده که چه اتفاقی افتاد، از اکتبر 2020 شروع شد این دفعه که اومدن و رشد اصلا کلن کریپتوکارنسی ها خیلی وحشتناک شد. الان سر NFT ها خب تکنولوژی های مختلفی داره کار میشه، ولی خب شاید بگم به 2 ماه نمیکشه مثلا اون تکنولوژی منسوخ میشه یه چیز دیگه کار میکنه. که خیلی رو ترند باشین هی دنبال بکنین خیلی مهمه برای خودتون، ذره سردرگم کننده است ولی جذابه یه جوری. آره بیشتر شبیه مثلا یه سریالیه که تو نمیدونی چه اتفاقی افتاده، یعنی البته من جذابیتش اینه که خیلی تغییرش زیاده و اخبارش رو دنبال کردن و مثلا چم چیزایی که اتفاق میفته خیلی جذاب از اینجا، ولی از اون طرف هم آره برای خودم هم یکم ترسناکه که مثلا بخوام جدی الان ورود کنم، ولی فعلا دارم خودم آپدیت نگه میدارم تا اینکه یه زمانی بپرم وسطش خودم که، ولی شروع کردم که دارم بسی تکنیکالش رو بخونم بدم که به دقل اتریوم چجور مثلا میشه برنامه نوشت. مرسی بایی چون دست درد نکنه، مثل همیشه عالی محبت کردی که اومدی و یکم در باید بازی صحبت کردیم. بچه اگر کسی سوالی داره میتونیم پرسش و پاسخ برگزار کنیم. اجازه است بفرمایید. خواهش میکنم. سلام وقتتون بخیر. ممنون از جناب عبداللهی. اصلا من سوال گفتم فرهید آره فکرم الان هستم. بایی جان هستی؟ بله من دارم برمیگردم. سلام جناب وقتتون بخیر. ممنون از سوزت و فولادتون. خیلی خوشحال شدم که این صحبت کردیم. چیزی بود که خودم مدت ها بر سلاقه دنبال میکردم سویت گیم. یه سری سوالات من داشتم، یکی راجع به کلاً دیزاین این بازی هست. حالا یه نکته خیلی خوبی که گفتین بیس این بازی باید حالا یه برای یوزرهایی باشن که علاقه جانبی هم به سرمایه‌گذاری داشته باشن. اگر نکته چیزی راجع به خود دیزاین این بازی هست که باید بعد نظر قرار بگیرید، مثلا شاید یه سری ژانرها رو نشه اصلا توی بازی، ژانر شوتر رو نشه ولی ژانر آر پی جی که آیتم بیسن بشه، اگر راجع به این اطلاعی دارید خیلی ممنون میشم بدید. یه سوالی که دارم کلاً این بیس اکانومی رو چجوری تو اون بازی ها کنترل می‌کنی؟ مثلا آیتم های اولی که میخوان بگن میگن آقا ما 200 تا با این قیمت میدیم، و چجوری توی بازی زمانی بلند مدت اینها رو منیج میکنن که اون اکانومی به هم نخوره توی زنجیره حالا 1-2 ساله. و ببخشید خیلی دارم یه سوال سوم هم که هست اینه که همچنان بیس یا 720 اتریوم بهترین راهکار هست یا چون
کوین های دیگه هم اومدن، مثلا انجین کوین اینها که انحصاری واسه این منظور توسعه داده شدن. و اگر یه استارتاپی که حالا توی بس ایندی گیم بخواد کار کنه و شروع کنه توی این هیته، الان در حال حاضر بهترین چویسش چی از لحاظ فنی که کاست فنی کمتری داشته باشه واسه توسعه؟ مرسی. من در مورد اون مینت انجین که گفتیم، من اونم یه ذره مطالعه کردم، مثلا یونیتی هم ساپورت میکنه مینت انجین، یه سری محدودیت ها داره. حالا دیولپراشون خودشون دارن میگن که محدودیت ها داره رفع میشه. چرا توکن اثریوم خیلی محبوب تره؟ به خاطر اینکه کارهای بیشتری روش انجام شده. مثلا فرض کن یونیتی که کامیونیتی خیلی بزرگتری داره، اثریوم هم کامیونیتی خیلی بزرگتری داره. به خاطر اون پیچیدگی که هسته، شما خیلی راحت‌تر میتونید سوالاتتون رو، حالا یه سری مشکلاتتون رو توی مینت اثریوم پیدا بکنید تا مینت انجین. اضافه این که توکن اثریوم خیلی بهتر میشه با خرید فروش میشه نسبت به انجین. ولی خود توکن انجین هم خیلی بهتر شده نسبت به تقریبا 3 سال پیش بود که اولین بار یادم معرفی شده، خیلی امکاناتش بهتر شده. و حالا این خودش هم داره به سمت همون توکنای NFT میره و احتمالا یه استاندارد خوبی اون طرف اگر پیدا بشه این هم پیاده سازی میکنه. در مورد ژانرهای مختلف، تقریبا همه ژانری، هر بازی که توش asset وجود داشته باشه رو شما میتونید بیارید توی بلاکچین. مثلا توی بازی مثل شوتر، مثلا خود اون اسلحه ها یا اون آیتم های توی بازی میتونه هر کدومش مثلا یک assetی باشه که یکتا باشه، یونیک باشه و یوزرها بتونن از اونها، مثلا هر کسی اسلحه خودشو داره یا مثلا زره خودشو داره. این دیزاین اکونومی واقعا روی بحث بلاکچین خیلی سخته، چون شما مثلا یه بازی معمولی مثلا دیزاین میکنید، برای همه دارید این کار رو انجام میدین. شاید مثلا فرض کنید 20 کاراکتر رو دیزاین میکنید، اینا رو بالانسشون میکنید و همه دارن ازشون استفاده میکنن. اما روی بحث بلاکچین شما مثلا باید تا اونجا که میتونین همینجور کاراکترهای مختلف داشته باشین بحث تعداد یوزرهایی که دارین، و بالانس کردنش هم واقعا کار سختیه. یعنی که چالشایی که الان روی دیزاین بازیه بلاکچین هستش همین بالانس کردن اون اکونومیش هستش. اکثر بازی ها وقتی که میخوان در واقع asset هاشون رو برای فروش بذارن، میان دوره یا ماهانه سل اولیه میزنن. سل اولیه، فروش اولیه به این صورته که خود سرور بازی شروع میکنه. مثلا فرض کنید یه بازی کارتی اگر باشه مثل هارتستون، 30 تا کارت رو میشینه طراحی میکنه، بالانس میکنه و اینا رو میاد به صورت فصلی شروع میکنه فروختن، قیمت گذاری میکنه. بعد که مثلا افراد که اینا رو میخرن بین خودشون وقت میتونن ترید بکنن این کارو، تا دوباره فصل بعد که مثلا حالا یه سری کارت های جدید بیاد در واقع مثلا به بازی اضافه کنه و اینا شروع کنه سل کردن. نکته ای که هستش، خود بازی از نقل و انتقالی که بین asset ها بین یوزرها انجام میشه کارمز میگیره، کمیسیون میگیره یه جوری. یعنی موقعی که شما مثلا یه assetی رو از بازی، مثلا فرض کنید کریپتو کیتیز داریم میخواییم بفروشیم مثلا به یکی از دوستانتون، نقل و انتقال کارمزش رو برمیم، یعنی جو درآمد یه بازی اکوسیستمش از اون کارمزد است بعد از اینکه فروش اولیه رو انجام داد. وقتی که سرور بازی اون فروش اولیه رو انجام میده، دیگه صاحب مالک اون asset نیستش، دیگه یوزر هست و یوزر حالا میخواد اون اصلا ورداره ورداره هیچ وقت تو بازی نگاره، یا اینکه باش بیاد بازی کنه، یا بذاره اصلا مستقیم بخره بذارتش مثلا فرض کنید توی فروشگاه، حالا یه فروشگاهی اونجا با یه قیمت بالاتر. مثلا فرض کنید مثل بازار سیاهی که حالا درست میشه، یه سری من دیدم یوزرها میان صف به دیجیتال درست میکنن، یه asset‌هایی رو توی مثلا بازی همین گاز آن چین بودش میخریدن، بعد این دارو میبردن میذاشتن مثلا دو برابر قیمت فروشگاه، اصلا بازی هم نمیکردن، ولی اون asset رو میخریدن میذاشتن اونجا تا صف اول بودن. راهکارهای خیلی زیادی وجود
گرفته واقعا برای اینکه بشه تو بازی بلاکچین درآمدزایی کرد. تا خیلی بهتر از بازی‌های دیگه هستش. تو بزرگترین مشکلش اینه که هنوز یوزرهای عادی براشون فهم و درک این و ورودشون به اینجور بازی‌ها سخت. حالا امیدواریم با این پلتفرم‌های NFT که در آینده میاد روند خیلی ساده‌تر بشه. امیدوارم جواب سوالتون داده باشه. بله ممنون. فقط یه چالشی الان توی ذهنم به وجود اومد. تو اکثر بازی بلاکچین الان خب آیتم‌های کازمتیک رو به این صورت کار کردن. حالا تو بازی‌های مثل گاز آن چین حالا هر بازی که اون آیتم کاربردی باشه، ما یه آیتم رو میدیم توی سیزن فرض کنید، بعد سیزن بعد حالا متوجه میشیم این آیتم بالانس نیست، یه آیتم که تو خود بازی کاربردیه. بعد خب توی شبکه چین ما این آیتم رو قبلا دادیم و معمولا اکثر بازی مولتی پلیر اینجوری که بعد از یه سیزن اینا رو خب بالانس میکنن، ممکنه آیتم نرف بشه هر چیز دیگه، ولی توی بلاکچین خب وقتی یه کدی اجرا میشه هیچ کارش نمیشه کرد. این چالش چجوری حل میشه؟ نشه دست به چیز دیگه. این دقیقاً یکی از معضلاتی که رو بلاکچین اسفی رو تولید میکنین، این توی اون حالا میشه گفت لجره مثلا اون بلاکچینتون اسپارک کانترکت میاد و تغییر توش دیگه بعدن خیلی سخته دادن میشه. اما توی بازی های نسل جدید که مثلا هایبریدی هستن و شما بازی رو بین سرور گیم که هستش و بلاکچین منتقل میکنید، اونجا میشه روش سه تغییرات رو اعمال کرد. مثلا فرض کنید شما یه کارتی دارین که این میتونه اکسپریانس بگیره و استاتاش خیلی مهارتاش و اینهای خیلی بهتر بشه، این و اون تغییر روش اعمال میشه و بعد بر میگرده دوباره روی بلاکچین دوباره ثبت میشه به عنوان مثلا یه توکن جدید ثبت میشه اونجا. یه سری کارهای این مدلی انجام شده ولی خب یه ذره فعلا پیچیده است و سخته. فعلا سعی میکنن که از این قضیه فعلا فراری باشن تا راهکارهای بهترش رو وجود بیاد. ممنون، مرسی از تو. خب بچه ها کسی دیگه ای سوالی؟ همین میخواد چیز بگی؟ صدای من میاد؟ بله، سلام، خسته نباشید. من می‌خواستم بپرسم دوی چیزی هسته که مثلا یه یوزری بیاد بگه آقا مثلا من دو سال پیش با این قضیه آشنا شدم و وارد این بازی‌ها شدم و الان به این درآمد رسیدم، کلا از این چیزایی که مثلا از صفر شروع می‌کنم بعد تا آخر میرسن، همچی چیزی هست؟ یعنی به اشتراک گذاشتن بقیه یا هنوز چیز خاصی نیست؟ نه ببینید، چون واقعا یوزرهای این داستان خیلی محدوده فعلا، ولی شما خودتون مثلا یه سرچ بکنید با ارزش‌ترین اسست هایی که حالا مثلا تو کریپتو کیتیز مثلا فروش رفته یا بازی مختلف قیمت چنده. یه خوبی که حالا بحث بلاکچین داره که شفافه و هر نقل انتقالی و هر قیمت گذاری صرف میشه توی حالا اون لجری که داره. باید یه سرچ بکنید احتمالاً یه تایی کوچی که پیدا میکنید در این. آها، مرسی. سلام، میتونم سوال بپرسم؟ بفرمایید. صدا میاده؟ بله بله. آها، در مورد بایننس سمارت چین میخواستم نظرتون بپرسم، میتونه به اصلا لحاظ تکنولوژی میتونه بستری بشه برای بازی بلاکچین بگیره و یه چیز دیگه که این سنترالایز بودنش میتونه مشکل ساز بشه در آینده یا اونقدر سنترالایز نیست؟ ممنون. این بایننس اسمارت چین خب ترمیه تکنولوژی جدیده، کمتر از دو ماه هم هستش که صورت خیلی عمومی معرفی شده. بیشترین کاربردش هم برای اون دفیا هستش الان که دارن ازش استفاده میکنن، ولی اون ساختاری که داره، چون به هر حال بازی باید یک جایی بیاد، وقتی که اون بازی داره انجام میشه یک جایی باید متمرکز بشه. از که مثلا دو نفر دارن با هم یه بازی انجام میدن، چند نفر دارن بازی انجام میدن، به هر حال باید یه جایی جمع بشن اینا متمرکز و این بازی رو انجام بدن. من هنوز نشنیدم که روی اون بایننس اسمارت چین بحث NFT کاری داره انجام میشه یا
میشه کارهای انجام داد، چون واقعا تکنولوژی خیلی جدیدیه و همه چیز هنوز تست نشده روی اون قضیه. حتی مثلا دفی هم خیلی خوب دارن ازش استفاده میکنن، ولی نتیجهش هنوز خیلی ملموس نیستش. ولی با توجه به اینکه تیم خیلی قوی هستش و این تکنولوژی هم که الان پیاده سازی کردن، سه کارها رو راحت کرده برای پلتفرم های دیگه که ازش استفاده میکنن و اون یه جایی به هم متمرکز. احتمال اینکه مثلا بشه تو گیم ازش استفاده کرد خیلی زیاده، عیب نیستش. ولی اینا باید همش تست بشه دیگه، باید مثلا یوز کیس ها و کیس استدی مختلف رو آدم مطالعه کنه، افرادی که مختلف میشن بیان روی این سیستم ها مثلا کار کنن، نتیجه های کارشون رو ببینید که مثلا به صورت هست. سلام، خسته نباشید. اگه کسی سوال نداره من یه سوال بپرسم. الان با توجه به اینکه تمام بازی‌هایی که حالا گفتین اومد و اینا روی شبکه اتریوم بوده و این حجم بالای تراکنش‌ها، و از این ورم که می‌دونیم پولکادات اومده و تقریبا می‌خواد عملاً نتیجه‌ای که میده مشکل فعلی اتریوم رو میخواد حل کنه و هم اینکه سلوشنش هم اینه که بلاکچین های مختلف رو به هم وصل کنه. با این حال، با این آینده تقریبا، حالا در حد من اطلاعاتی خودم که دارم، پولکادات آینده خوبی داره. آینده بازی ها رو مثلا میبینیم که روی شبکه اتریوم قرار اجرا بشن، میتونه یه دونه شبکه رقیب با سرش بازی ها. ببین، میشه گفت تقریبا بیشتر از 90% این مینت هایی که الان هستن همش رو شبکه اتریوم که لون شدن. حتی مثلا اون مینت انجین اولش رو شبکه اتریوم بود، بعد یواش یواش مثلا جدا شد، مینت خودش شد رو اندازه شبکه ترون. من یادم 3 سال پیش که تازه اومده بود، اول روی مینت اتریوم بودش کار میکرد و یواش یواش مینت خودش رو اندازه کرد. شبکه حالا تران، یادم 3 سال پیش ادعا میکرد که تمام مشکلات شبکه اتریوم رو حل میکنه و اون اتفاقاتی که اونجا میافتن رو نخواهد داشت، برطرف کرده. ولی چقدر بشه از این استفاده، یعنی یه سری افرادی میخواد که واقعا بذارن ببینن که واقعا این کارا رو میشه انجام داد یا نه. من فرض کنم الان برای پولکادات که مثلا هستشون هم نمیدونم مینتش از اتریوم جدا شده هنوز یا نه، ولی اونم رو مینت اتریوم اومدش بالا و قراره که حالا یه سری بابای اتریوم رو برطرف کنه، ولی هنوز هیچ تیمی، هیچ کسی داوطلب نشده بره روی این کارهایی که میگه روی گیمشو مثلا بتونه کار کنه و نتیجه مثلا آزمایشاتشو حقیقاتشو منتشر کنه که ببینیم به چه صورت هستش. اینا خیلی چون جدیده، همه الان خیلی ادعا دارن که ما مثلا این کارو میکنیم اون کارو میکنیم و مثل قارچ هم دارن همینجوری هی دارن زیاد میشن. ولی الان یه اتفاقی که افتاده، خب این دفیا خیلی هایپ شدن و همه توجه رفته سمت اون. حالا مثلا رو پولکادات و مثلا حالا اون آوای و سیستم های جدیدی که اومده، این دفی ها حالا دارن استفاده میکنن. اولش هم هستش و هنوز خیلی مشخص نیست که چه اتفاقی براشون بیاد و کدوم بهتر در آینده باشن. واقعیش اینه که الان خیلی نمیشه قضاوت کرد، بعد منتظر باشیم ببینیم که در نهایت کدوم بهتر میشه. مثلا من بخوام مثال بزن، همین شبکه ترونوم 3 سال پیش که اومدش، ما سعی کردیم سویچ کنیم سمت شبکه ترونوم، ولی انقدر پیچیده و سخت بود و یوز کیس هایی هم که روش مثلا کار کرده بودن خیلی ما ندیدیم که اتفاق خوبی روشون بیفته، به خاطر همین هم نیمه کاری رهاش کردیم. 3 سال گذشته، شبکه ترونوم اینتش عرضه شده، ولی من هنوز ندیدم که کسی یه گیم خیلی خوب روی اون پیاده سازی کرده باشه. خیلی ممنون، مرسی. مشکرم.
خب دوستان اگر سوال دیگه نیستش یه سوال چهارم وقتی که برای حالا بیس کلا اقتصاد کل بلاکچین اتفاق میفته تکلیف این توکن ها چی شده تیه زمان؟ من نمیدونم تو بره زمان که اصلا سقوط کردن این ارزا، آیا اون توکن ها ارزششون ثابت مونده یا پلیر های اون بازی یا متناسب با اقتصادی ممکنه اون توکن ها هم بی ارزش بشن یا خود بازی همچین نوساناتی خود توکن اون بازی ها رو هم تهدید میکنه یا خیر اصلا یک چیز جدایی از اون مواردی هست؟ ببینید یه خوبی که حالا این asset های دیجیتال داره اینه که حتی اگه اون سرور اون بازی هم دان بشه این asset ها توی اون سرور نیستش که دارایی شما از بین بره و شما میتونین asset ها رو داشته باشین، شاید مثلا بتونین توی یه بازی دیگه که روم مینت اجرا میشه از اون استفاده کنین. مثلا کریپتو کیتیز چند تا بازی دیگه طراحی کرده، شما asset هایی که تو کریپتو کیتیز اصلی داری میتونین ورده بره تو یکی بازی ها هم باشون بازی کنین. ولی خب ارزش این asset های دیجیتال با همون رمز کریپتوکارنسی ها در واقع حساب میشه. شما مثلا فرض کنین یه موقعی که یه asset دیجیتال مثلا 10 اتریوم قیمتش بوده، همچنان اون 10 اتریوم اگه اتریوم مثلا 0 بشه اونم 0 میشه، اگه اتریوم بشه مثلا 10,000 دلار اون همون 10 اتریوم مثلا میشه قیمتش 100,000 دلار. اینا با اون در واقع کریپتوکارنسی ها قیمتشون نسبت به اونها بالا پایین میره، ولی اینکه از بین بره اینجوری نیستش، ممکنه بی ارز این NFT هایی که دارن کار میکنن. یکی از مشکلاتی که میخوان حل بکنن همین هستش که وقتی که شما یه توکن asset طراحی میکنی قابلیت این داشته باشه که تو مینت های دیگه با رمز ارزهای دیگه هم ارزش گذاری بشه، نه اینکه فقط تو همون مینت ارزش گذاری بشه. مثلا خب الان کریپتو کیتیز مثلا روی ERC-720 که بودش با اتریوم ارزش گذاری میشد، ولی NFT های نسل بعدی ممکنه هم با بیت کوین ارزش گذاری بشه، مثل حالا مثلا از این کریپتوهایی که هستش. مثلا اگه نگاه کنیم مثلا اتریوم به USDT مثلا ارزش گذاری میکنن، به بیت کوین ارزش گذاری میکنن، حالا تو بایننس مثلا با BNB ارزش گذاری میکنن. NFT ها قراره یه همچین اتفاقی هم رقم بزن که اگر مثلا یه کوینی مثلا نابود شد اون ارزش اون یعنی asset با کوین های دیگه هم همچنان برقرار باشه سیستمش. خیلی ممنون از تو. بعد در آخر باز ببخشید من خیلی وقت دوست دارم بدونم تارگت بعدی خودتون و تیمتون تو این هیته چیه و الان داری روی چه موضوعی از این یا چه تایتل گیم کار میکنید؟ دوست داشته باشید من توضیح بدم. ببین توی این دو سال گذشته خیلی هی مسیر عوض کردیم، واقعا هم سخته یه تیم مثلا بمونن و توی این مسیر که عوض میشه انگیزه شون رو از دست ندن. چون همونجوری که این دوستان الان پرسیدش الان دوباره کلی مینت اومده که ادعای جدید دارن، ولی اینکه شما مثلا این جرأت پیدا بکنید که برید مثلا مهمترین داراییتون وقت و زمانتونه انرژیتونه بذارید بعد تش به نتیجه برسید نرسید، اینا خودش خیلی ریسک بالایی رو میطلبه. ما هم الان تقریبا توی دو سال گذشته روی اتریوم کار کردیم، روی ترون کار کردیم، روی انجین کار کردیم. الان هم منتظریم که ببینیم این NFT ها کدومشون بهترین نتیجه رو میده، که تا الان مثلا من NFT که دیدم بکنم توکن مینت رره، دقیقش رو دوستان فنی اون میدونم، خودمون دوست داریم که مثلا به یک نقطه‌ای برسیم که بگیم که خب الان این تکنولوژی خوبیه و دیگه روی این کار رو کامل انجام بدیم. ولی واقعیتش اینه که تا الان هی ما داریم آزمون خطا می‌کنیم، داریم پروتوتایپ می‌زنیم، می‌ریزیم بیرون، مثلا یه چیز دیگه داریم امتحان می‌کنیم تا به یه نقطه ثباتی برسیم که بدونیم میشه این کار رو ادامه دادش. و روی یه بازی حالا بلاکچین فوتبالی داریم کار می‌کنیم که هنوز خب
به اون تکنولوژی که واقعا باید ازش استفاده بکنیم نرسیم، چون یه بازی فوتبالی کارتی هستش و کلی باید فلکسیبل باشه اون مینت و کلی اتفاقات و تغییرات توش انجام میشه و اون ترانزکشن ها و اون سرعت ها اینا خیلی توش مهم هستش. حالا همونجا داریم آزمون خطا میکنیم روی بحث بلاکچین، میریم جلو. خیلی ممنون. آقای جان ممنونم، باید شد دستتون درد نکنه که حضور پیدا کردید. برای من که خیلی مفید و جلسه بود، یه سری مثلا رو روشن کرد و امیدوارم که بعدا بتونیم حالا این صحبت ها رو بیشتر ادامه بدیم. دست درد نکنه، متشکر و شبتون بخیر. خیلی ممنون که من دعوت کردی، امیدوارم اطلاعاتی که به درد بچه ها بخوره، حالا اینا بیشترش تجربه شخصی خودم بوده واقعا چه بخوای، ولی خب من پیشنهاد میکنم که دنبال بکنن این قضیه بلاکچین رو، چون ممکنه یه دفعه ای توی یکی دو سال آینده انقدر سرعت تغییر تحولاتش زیاد بشه و یه جوری حداقل جا نمونن توی این تغییر تحولات، ولی مطمئنه آینده خیلی خوبی داره و کلا گیم رو متحول. شب بخیر دوستان، شب خوش و خدا.